ممکنه کسی گریه سر بدهد، ممکنه کسی خنده سر بدهد، ممکن است کسی راز خودش رو فاش کند، حرف دلش رو با دیگری بزند. ظاهراً در این مجالس مولانا همیشه یک نینوازی حضور داشته است، یعنی کار مولوی بدون نی، بدون چنگ، بدون موسیقی نمی گذشته است. مجالس سماع که جای خود دارد، اونجا قوال بود، آوازخوان خوش صدایی بود، نی بود، چنگی بود، ربابی بود. در این مجالس هم که مولانا می نشست و ابیات رو می سرود تا شاگردانش بنویسند، خیشتنداری نمی کرده، نمی توانست خیشتنداری کنه، حتما باید چیزی نواخته می شد. و این حریف نی بودن، انیس نی بودن، مأنوس با نی بودن، این در جان مولانا بود و سراسر عمر او رو پس از دیدار با شمس فرا گرفته بود. و حتی وقتی که یارانش مثل صلاح الدین از دنیا رفتند، در تشییع جنازه اونها نزاری کرد، نگریه کرد، بلکه دستور داد که نوازندگان بیان و با موسیقی اونها رو تشییع کرد و به خاک سپرد. باری نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید. همچون نی زهری و تریاقی که دید، همچون نی دمساز و مشتاقی که دید. تریاق همون کلمه است که ما هم تریاک میگیم، ولی تریاک ما با این تریاقی که اینجا گفته میشود فرق داره. تریاق یه دارویی بود که در یونان قدیم میساختن و میگفتن که پادزهر است برای بسیاری از بیماری ها و خصوصا برای زهرها. و شنیده اید که میگفتن تا تریاق در سخنان سعدی هست، تا تریاق از بغداد آورند مارگزیده مرده بود، خصوصا به منزله یک پادزهر را به کار می بردن. و در کتب داروشناسی قدیم هم نوشتن که در ترکیب او مقداری خود زهر افعی یا زهر مار هم دخالت می کرده، یعنی می دادنش، می افزودن. و اجزاء تریاقه هم لا تتم و الا بجز من الافعوان توی شعری، یعنی تریاقشون از تمام نمی شد، تکمیل نمی شد، مگر اینکه یه جزئی از بدن افعی رو هم در او قرار بدن. اون تریاکی که ما میشناسیم که خب از گیاه خشخاش و پاپاور و سومنیفر به اصطلاح گرفته میشود و نه جزء مار داره نه افعی داره، هیچ یک چیز گیاهی است و آلکالوئید های زیادی داره که در رأسش مورفینه که مادر هروئینه و بقیه یه چیزهای دیگه مثل کدئین و غیره که توی خیلی از داروهای امروز به کار میره، ولی به هیچ وجه البته پادزهر نیست اولا و ثانیاً هم اجزاء حیوانی نداره. ولی خب از این قصه ها بگذاریم. مولانا ضمناً به طب زمان خودش هم آشنایی داشته، این علاوه بر این که با موسیقی آشنایی بسیار خوبی داشته و همچنان که قبلاً براتون گفتم حتی رباب رو داده بود که به شکل تازهی بسازن تا از اون نوای ویژه‌ای و تازهی برخیزد، اونچنان که اشارات او در مثنوی و در دیوان شمس نشان می‌دهد، با طب زمانه خودش، با داروهای زمانه خودش هم ناآشنا نبوده است. یعنی به معنای قدیمی کلمه حکیم بوده است. هم حکمت به معنای طب رو داشته، هم حکمت به معنای علوم عقلی رو. یک غزل خیلی مفصلی داره مولانا در دیوان شمس که طب روانی رو اونجا بیان میکنه و میگوید که ما داروهامون رو از بهشت آورده ایم، از آسمان آورده ایم، حکیمیم، خبیریم، ز بغداد رسیدیم، بسی علتیان را ز غم باز خریدیم، طبیبان فصیحیم که شاگرد مسیحیم، 200 مرده گرفتیم و در او روح دمیدیم. ما پندار که این نیز حلیل است و بلیل است، که این کهنه عقاقیر ز فردوس کشیدیم. حلیله جزء داروهای قدیمی، بلیله جزء داروهای قدیمی از مسهل‌های مشهور بود. عقاقیر به معنای داروهاست. میگه فکر نکنین دواهای ما شاگردان مسیحیم، ما مرده زنده میکنیم. این داروهامون رو هم نرفتیم از نباتات زمینی بیاریم، این کهنه عقاقیر ز فردوس کشیدیم. بپرسید از اونها که دیدن نشانها، که تا باز بگویم که ما از چه رهیدیم. برید از بیماران ما بپرسید، ببینید ما چجوری اونها رو درمان کردیم و
شفا بخشیدیم، سر قصه بکوبیم و غم از خانه برو بویم که ما پاک نهادیم نه طماع و پلیدیم. به هر حال این قصه